ماویه پسر هند است، اما در مورد پدر او مشهور این است که پدر ماویه ابو سفیان بوده، اما در برخی روایت پدر ماویه را 4 نفر می دانند: امارت ابن ولید ابن مغیره، مسافر ابن ابی امر، ابو سفیان و شخصی دیگر. مادر ماویه از زنان دارای پرچم بوده که شوهرش به دلیل ترس از پدر هند گریخت. و پس از مدت ها پدر هند به خاطر وعده پول و ثروت بسیار به ناچار هند را به همسری ابو سفیان در آورد و هند 3 ماه بعد از ازدواج با ابو سفیان ماویه را به دنیا آورد. حضرت به شهادت رساندن امام حسن مجتبی علیه السلام توسط جده همسر امام ماویه، شروع به نابودی یارانش نمود، کسانی که سالها در جنایات ماویه با او همکاری میکردند، از جمله سعد ابن ابی وقاص و عایشه که بر علیه حضرت علی دست به شمشیر می بردند. ماویه به جای دارو سم را به عبدالرحمن ابن خالد خوراند و او را مسموم نمود. در نزدیکی مکه ماویه بیمار شد، در کمر ماویه زخمی پدید آمده بود که هرگاه بر اثر سرما لباس گرمی پوشید آن زخم او را آزار می داد. ماویه می گفت: مؤمن گاه گرفتار بلا می شود و من از آن صالحین هستم. ماویه در آخرین روزهای حیاتش مدام کابوس می دید و این نتیجه ظلم به پیامبر و خاندان امامت بود. ماویه پزشک مسیحیش را صدا زد و گفت: چرا معالجات و داروهای تو نتیجه عکس میدهد؟ پزشک مسیحی گفت: به خدا سوگند، این نسخه ها و داروها را برای هر بیماری و مریضی تجویز کردم بهبود میافت، دارویی نمانده به دوز 1 نسخه، اگر قبول کنی آن را برایت بیاوریم. ماویه گفت: چیست؟ پزشک مسیحی گفت: من 1 صلیب همراه دارم که هرگاه آن صلیب را به گردن بیماری بیندازم او بهبود میافت، و اگر قبول نکنی نسل شما منقطع خواهد شد.
معاویه قبول کرد و صلیب را آوردند. پزشک مسیحی دعاهایی را زیر لب خواند و صلیب را در گردن معاویه انداخت. بیماری معاویه تا صبح نکشید که در همان شب، در حالی که معاویه صلیب را در دستانش می فشرد، جهان را به مقصد جهنم ترک نمود و سخن پیامبر که معاویه به دین من از دنیا نخواهد رفت و همچنین سخن حضرت علی علیه السلام که می فرمایند پسر هند نمی میرد مگر اینکه صلیب بر گردنش آویخته شود، به حقیقت پیوست و این عاقبت کسی است که باید در محضر خداوند پاسخگوی شرارت های خود باشد. معاویه لعنت الله در دوران حیاتش تقریبا 10,000 نفر را با لذت فراوان کشت، البته انسانهای بیگناه را، و این عاقبت کسی است که با اهل بیت و خاندان پیامبر و امامت دشمنی کند. به امید ظهور و حضور مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف، پاینده و عزیز و زیرک و باهوش و رستگار باشید. خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگر. پاینده و عزیز باشید.